دادن اومدم بزنه بره که بزنم بره کنار، رفتم تو دایرکت لایف قطع شد، سیوم نشد. آیا الله معرفی آیا الله نورم رو زمین موندش. ای داده بیداد آجی بیا بالا ادامهشو جنبندی کن انشالله. آقا اومد میگه اول چند تا سوال داره. الان خب دیگه مخاطب سیف شده اصلا متوجه نمیشه. بذار ایشون بیاد یه جنبندی کنه بگه. بله آقای هاشمی لست داری، متشکرم، خیلی حیف شد. آقای اللهنور هستیم. لایو قبلی 30 دقیقه 40 دقیقه صحبت کردن سیب نشد. آقا مهدی یه بعد از جنبندی شما میرید. آقای اللهنور به طور چکیده و جنبندی بفرمایید که اون لایو قبلی هم سیب نشد که دوستان هم دیگه بشنون. به هر حال آقای اللهنور هستین؟ حاجی صدا اصلا ای بابا آخه دایرکت این قابلیت رو باید اینستاگرام فعال کنه، میری تو دایرکت بشه بیای باز تو لایو. اصلا خود رفتم تو دایرکت. آقای نور عزیز شیر درسته؟ بله شیر درسته، شیر می نویسن شیر، فارسیش باید اینطور نوشته بشه. بله دوستان بستگی داره به زن، فکر می کنم هر کسی بتونه ببینه. آجی این چیزتو فعال کن فیلتر شکنو. ممنونم جناب خدا دادی، خیلی متشکرم. الله نور. آخ به یه زبون یه دهن برامون بخونه. آیا الله نور یه دهن هم اومدی بالا برامون بخونه آجی جان. یه دونه گفت بود یا سلطان. آقا سلام. سلام آقا جون. آجی جان لایف پرید، رفتیم تو دایرکت خورد، نمیدونم قسمت نبود انگار سیو شد. منم سوالم گرفته شد، اون هیجان و اینام کم شد. یه چکیده ای بگو این حالتهای معنوی حالتهای روحانی دیم. شما الان آقای محسون، جناب محسون الان شما در موبایل خودتون شی میبینید یا تصویر نور؟ تصویره بله، تصویر نور میبینم. بله بله تصویر تو تلویزیون 100,000 تماشاچی زمین فوتبال. آیا انسان شی در تلویزیون میبینه یا تصویر نور رو میبینه؟ فکر میکنم تصویر نور. بله احسن تصویر نور. اون چکیده حرف من، اون چه که ما داره الان در عقل سرمون میبینیم تصویر نوره. حالا هر کی که گرفت یه صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب فرجام. خوب بود آقا جون چکیدش؟ حاجی جان این به عنوان سومین سلک و روش عرفانی یا مثلا اینا بتونیم مطرحش بکنیم؟ عزیز دلم شما اگر که نزدیک من شما رو احساس کنم میتونم احساسم رو منتقل کنم. یعنی یه طوری میشه که شما اصلا، من خیلی خب با دوستا صحبت کردم، با کسایی که البته معمولی بودن، انسانای خیلی معمولی بودن، هیجان شگفت‌انگیزی برداشتن. انقدر خدا بهشون نزدیک شد که گفتم خب خدا رو چطور میبینی؟ گفتش که خدا چسبیده به ما، خدا در وجود ماه. قشنگ میشود احساسش، یعنی احساسش رو میشود درک کرد که همچین احساسی در وجودش از خدا ایجاد شده. دایرکت داده الان بزنم بره کنار، باز میریم توش یه دیگه بذار بمونم اون بالا. حل شد. بله
آقا از احوالاتت نمیخوای بگی این حالتی که برات پی به وجود اومد چی شد بعدش؟ ببینید آخه این احوالاتو باید کم کم بگو بذار من ببینم باز از دوستان هستن دوستان هستن. بابا آقای لطفی، آقای حسینی، آقای سلطانی، اینا میخوام ببینن شما چه ثمره‌ای برات داشته این قضیه. جدی میگم، حالا مطالب تئوری که گفتی جای بحث داره، ولی از اون چیزایی ببینید ثمره شما آینده به زودی زود مهیا نشه. آجی جان، هر چه میخواهد دل تنگت در تبلیغ آنچه که بهش رسیدی رو بگو. این سلک نوری که بهش رسیدی و ادعا میکنی به چه شکله؟ منجر به چی شده؟ چرا دیوانه شدی؟ چرا مست شدی؟ مثل خدا اینا. ببینید کسی که این مبحث رو بفهمه دیگه نمیتونه که خدا رو انکار کنه. یه زمانی بت پرستا شاید به ما میگفتن ما بتمون رو میبینیم، شما هم بتتون رو به من نشون بدید. آتش پرستا میگفتن آقا ما آتش رو میبینیم میپرستیم، آتش اصلا خداست. ولی ما با این مبحث میتونیم بهشون بفهمونیم اون چه که شما داره در عقل وجودتون از آتش میبینید نوره، و ما شیعیان مرتضی علی خدای ما نور است. دیگه این مبحثی که بت پرستا مطرح میکنن میگن نه این نوری که شما الان تصور میکنی مشاهده برق فلان خورشید اینجور چیزا. این نور روشن کننده تمام نورهاست. این نور نوریه که مثل و مانند نداره. شما چه نوری رو میتونی بیاری مثل نور عقل؟ مثل تمام نورها با چه نوری شناخته میشه جناب محسن؟ با چه نوری شناخته میشه؟ آره الان شما میخوای سرعت نور رو بگیری، با چه نوری سرعت نور گرفته میشه؟ من یه چیزی رو اعتراف بکنم خدمت دوستان، فکر میکنم اولین باری هستش که احساس میکنم با داشته های نمیدونم منطقی و فلسفی و حالا اصطلاحاتی که حفظ کردیم و اینها تطابق نداره صحبت های شما. فکر میکنم دارم سعی میکنم به سمت سکنج استدلال نرم. حالا دوستان دیگه قضاوت با مخاطبین، ما چه خودمون به سمت سکنج بریم چه کسی دیگر رو ببریم، میگیم قضاوت با مخاطبین. ولی مرحظ یه طور سنگین هست که شما میگید که خیلی عجیب. بگید یه بار دیگه. آقا جون، نوری که شما اندازه گیری میکنید با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه با چه نوری اندازه گیری میشه؟ اون نوره با یه دستگاه اندازه گیری میشه. اون دستگاه با چی اندازه گیری میشه؟ با مشاهده ما که مثلا معیار داریم براش و اینها. عزیز من، اون با نور عقله. بله با عقل هستش. بله بله، اینم با نور عقل سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه سرعت نور زده میشه. حاجی اسمتون چرا اینطور شده؟ شما که نوری که مد نظر شماست این نوری که این مقدار سرعت داره نبوده، و به چه شکل شما به چه علت این اسمو گذاشتین؟ کدوم اسم گلم؟ همین اسمی که 300 هزار رو به کار بردی توش. الله اونو 300 هزار؟ یه سلام بفرست بی زحمت توی کامنت ها. فرستادم آقا جون، دیدید؟ آقای محسن؟ بله، میگم سلام بفرست، الله نور میفرسته، همه وجود شما نور شده. آقا عرض کنم که ایشون ببین، ایشون اهل علمه، ایشون هم به جمع حسودای پلاستیکی پیوست. بفرمایید ادامه بدید. ببینید شما جونم، همه این جسم هایی که دور و بر ما هستن نورن، جسم نیستن. این هایی که شما مشاهده میکنید جسمن. همینجا مبحث وحدت وجود با وحدت نور عقل یا وحدت نور وجود تغییر میکنه. یعنی شما میگی وجودی در عالم نداریم، اصلا نوره.
یعنی اونا وجود ببین وجود در آن بله وجودی ها میگن که ما وجود در عالم یه دونه داریم فقط. خب نه بلن... خداوند خالقه. وجود نیست اسم اون، میگی نور اسمش، درسته؟ در عقل ما، نه در ظاهر. در ظاهر شیعیت شیع داره آجی، این دیگه کل همون نظر وحدت وجودی ها شد. شما اسمشو نور گذاشتی به جای وجود. ببینید شما در وحدت وجود چی میگن؟ میگن هر چی که هستش خداست، درست میگم؟ میگن هر چی هست وجوده. وجوده، وجوده چیه؟ وجود آخه وجود چیه؟ وجود یه مفهوم ذهنی مصداق خارجی اصلا نداره. خود حالا این همه هر چی که هست در وجود ما وجوده، اونم وجودش در نه. وجود ما نوره. حالا مثلا خودکار، چراغ، موبایل، فرمون، ماشین، اینا همه وجودن، ولی کل وجود که نیستن. یه مجازی از وجودن. اینا همه وجودن ولی در وجود ما نوره. بله. در عقل وجود ما نوره. شما سرعت نور رو که 300 هزار کیلومتر در ثانیه است در عقل وجودت میشکافه، سرعت رو اندازه گیری میکنی. حالا که این نور رو میشکافه به تصویر، در عقل وجودت تصویر میده. حالا این نور رو، حالا یه سوال، کی این نور رو، نور خب یک رنگ مشخصی داره، درست نمیگم؟ بله. کی این نور رو در وجودت میشکافه با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه؟ کی این آتیش رو در وجودت میشکافه و شکل و شمایل آتیش میده؟ حاجی جان شما اسم تو این نور 300 هزار گذاشتی، مگه نمیگی مد نظرت این نور نیستش؟ پس چرا این 300 هزار رو گذاشتم؟ برای اینکه ذهناشون به سرعت نور نزدیک کنم. قریب برای ارز کنم نزدیک به ذهن شدن. آره بفهمن که با چه مبحثی روبرو هستن، یعنی برتر از نور و علامور. بله. یعنی شما 300 هزار در 300 هزار بر فرض که بگیریم که ما حالا فرض میگیریم، یعنی سرعت نور بالا، سرعت شکافتن نور در عقل وجود، در عقل وجود از سرعت نور بالاتره. چون باید یه سرعتی در وجود ما باشه که از سرعت نور بالاتر باشه که بتونه نور رو بشکافه، مبدل کنه به تصویر، شکل و شمایل بده. خب این چه نوریه؟ حالا اینم نور آفتابه، اینم نور خورشیده، اینم نور ماهه. یه سوال آقا جان بفرمایید، این نوری که در وجود ما نور رو میشکافه، تصویر میده، شکل میده، شمایل میده، که برتر از نور مادی هستش، این نور ماهه، نور خورشیده، نور لامپه؟ یه سوال نظرتون چیه؟ نظره نور، خود نوره، خود نوره؟ بله بله. کدوم نور؟ نور مادی یا نور عقل وجود؟ نور عقل وجود ظاهرن. احسنت، زدی تو خال دیگه، خودت شدی استاد. شما نور، تمام نورهای مادی رو با نور عقل وجودت میشکافی. شما الان امام زمان علیه السلام هم که روبروت باشه، که بخوای درکش کنی، احساسش کنی، رابطه برقرار کنی باش، از طریق نور عقله. بله. شما حتی خدا رو که بخوای برای شاگردات توضیح بدی، به حمد و ستایش خدا شاگردات نزدیک کنی، اونا اون چه که بخوان درک کنن از خدایی که شما براشون میخوایی توضیح بدی با نور عقلشونه. پس حتی خدا با نور عقل شناخته میشه. اینا که واضحه. بله بله. حالا باز شما اگه سوالی داری، چیزی به ذهنت میرسه بگو. شما من میگم باید بررسیشی که این قوای لازم، یعنی قوام، اصلا قدرت تکلم هم روی مقدار ضعیف شده، بس که هنگ کردم. ببین آقا جون، پرسیده کسی نپرسیده بود. ببینید این قوام لازم برای
کنار زدن نظر کلامیون و وحدت وجودی ها و فلاسفه و عرفا رو میدونم داره یا نه، باید دوستان بیان بحث بکنن، ولی شما ماشاءالله خودتون استادی، درکتونم خیلی بالاست، از بیاناتتون من متوجه میشم ماشاءالله. خوشی شما. سلامت بشه آقا جون. ببین ما قوه بینایی، شنوایی، لامسه، بویایی، پنج تا قوایی که ما با اون قوای پنجگانه میگیم، درست آقای محسون؟ بله بله. این پنج قوایی که ما حالا با اون قوای پنجگانه میگیم در وجودمون، تا نور عقل نباشه هیچ کدوم از اینا نقش نمیگیره. حتی شما بگو کوره، خب کوره، ولی احساس که داره، با دستش، نور دستش احساس میکنه. حالا شما بگو که گوشاش نمیشنوه، چشمش هم نمینه، با زبونش، با نور زبونش اون مزه و اون کارهایی که بخواد انجام میده. یعنی شما میگی کلن نور دیگه، کلهم در عقل سر، من میگم نور در شیعیت شیعه. الان مقابل من مثلا یه تلویزیونه، یا اینکه مثلا حالا من گاز روشن کردم یه آتیشه، اون گاز و اون شعله یه آتیششو من در درونم چی میبینم؟ شما حالتهای خودتونم نمیشه بگید آقای نور عزیز، یه مقدار دوستان ببینید من اون چی که اون چیزی که مثلا حالتهای من هستش اینه که من توی نور حرکت میکنم. یکی از حالتام اینه که من توی نور حرکت میکنم، مثل ماهی که تو آب. این همه ما همینیم، نه که فقط من باشم. این احساسی که من دارم، حالا شما هم اگه احساستون رو تقویت کنید، شما هم احساس میکنید که در نور داره حرکت میکنید. در نور جان، این حالت رو شما بر این باوری همه دارن، منتها شما کشفش کردی به هر حال. آره این یه حالتی بود که من گفتم خدایا من چرا اینطوری هستم، هی با خودم سوال میکنم خدایا من چرا اینطوری هم، من احساس میکنم در نور دارم حرکت میکنم، نمیفهمیدم این چیه. بعد کم کم رسیدم به نور عقل، که این از نور عقل مثلا ریشش برمیگرده به نور عقل. بله. بعد من همینطور که ماهی در آب، این خیلی همه ماهی ها داره تو آب حرکت میکنن، حالا اون ماهی که خیلی عقل داره یا اون ماهی که خیلی کوچیکه، عقلش خیلی کوچیکه، همه دارن تو، حتی حیوانات دارن با نور عقل، و اذا وحوش و حشرات، حتی حیوانات عقل دارن، نور عقل دارن، با نور عقل. ما این همه پنگوئن رو میبینیم میگیم آی خدا اینا چجوری پدر مادرشون این پنگوئن ها از هم جدا و سوا میکنن، چجوری میفهمن، چجوری رابطه برقرار میکنن با انسان، توسط نور عقلشونه. بله. یعنی تمام قوای بله. یعنی تمام قوای پنجگانه در نور عقل جمع شده. ما این قرن رو اگه قرن نور عقل رو اضافه کنیم. آیه الله نور عزیز، هر کی به شما دایرکت اومد، هر پیشنهادی داد، هر چی گفت و فلان و اینها، شما چیکار میکنید؟ خودت بگو. من جواب نمیدم. آفرین، با هیچ کی همکاری نمی‌کنی، خودمون این پروژه رو جلو ببریم انشالله تو سلسله مباحث. بله اینا میخوان خدا خیرت بده. به هر حال شما یه مبحث جدیدی رو مطرح کردی که خیلی جوانب متعددی داره و من خودم این جرأت رو هنوز ندارم بخوام مطرح کنم، بگم این میتونه دوره‌ای که از عرض کنم ملا صدرا و اینا آغاز شد رو پایان پذیر باشه. حالا شما این ادعا رو ولی دارید انشاءالله که این دوره ظهور امام نورمون باشه، اون ستاره درخشان هم همین ستاره‌ای باشه که در چشم ما روشنه، طبق اون روایت و حدیثی که آقای سلطانی عزیز فرستاد که کسی این دوره رو اگر درک کنه چشمهایش روشن میشود. من البته عکسای خود ایشونو دیدم، از این نورا نداره تو چشمش آقای نور. نه خیر نداره، خیلی ها من دیدم عکسا، ولی شما داره. غلامتم یه بالاخره ما در حال متشکرم از غلامتم. شما دیگر حالاتی که برات ایجاد شده بگو بی زحمت.
دیگر حالاتی که من بخوام برای شما بگم این که فهم عمیقه نسبت به مطالب. مثلا خواخ من چیه بگم دادش نمیشه گفت آخه هر چیزی رو آجی بگو راحت باش دیگه جمع خودمونی آخه بچه. نمیشه گل من آخه نمیشه که آدم یه چیزایی که همه دارن گوش میکنن که بگه عزیز دلم میشه اگر صلاح نمیدونی نه صلاح نیستش سلام نیست عزیزم امکان داره مسخره بشه امکان داره اصلا بحث جمع نشه امکان داره چرت پرت بگن ولی تو بگو که چی باعث شده که شما مثلا همش پست نور و اینا بذاری استوری کامنتات همش عزیز دلم من عزیز من از بس که دیدم به نور باز شده من الان چند دقیقه به شما نگاه کنم شما رو با نور میگیرم یعنی چی؟ یعنی شما رو با نور میگیرم الانم گرفتمت درت نور میدمم دیدی خندیدی این خنده دردش نه آخه میگی گرفتمت یعنی از طریق تلپاتی و زوم و اینا نه بابا عزیزم همین نور ذهن من رو ببین عقل من خب عقل من با نور روشن شده خب بله آه خیلی راحته خیلی اصلا چیز مهمی نیست شما تلویزیون رو بزن با برق روشن میشه درسته گندش نکنیم چی شده نه با هیچی نشده خیلی معمولی و سادش من کردم شما برو تلویزیون رو بزن آقا لامپ خونه تو بزن با نور روشن میشه خب من با نور میتونم شما رو بگیرم خب یعنی درونه. چی؟ میتونم وجودتو منور کنم میتونم وجودتو روشن کنم ولی نه از نوری که قابل مشاهده باشه منظور درون من باطن من رو میتونی نورانی کنی آره با جسم شما کاری ندارم از جسم شما میتونم وارد نور وجودتون بشم در درون نور وجود حالا این گفتن نداره زشته ادامه شو بگو بیزمت بعد میشه که وجود شما رو با نور روشن کرد عقل شاید به عصری برسیم که از نور عقل جسم انسان مبدل به نور شه شاید در عصر جدید در عصر ظهور امام نور حضرت حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام 313 یار نورانیشون از عقل نورشون تمام وجودشون مبدل به نور کنن در خدمت حضرت حاضر باشن ببینم حالا کدوم پدر سوخته میخواد اینا رو بکشه همشون رو میکشن دشمنان امامو معصومین و این 313 نفر میکشن بدون اینکه زخمی بردارن چون وجودشون نور شده مبدل شده وجودشون به نور دیگه تیر و ترکش نمیخوره که حضرت مهدی علیه السلام این از کجاست؟ از نور عقلشون که متصل به نور الله است الله و نور بله دوستان من خدمت شما اینو بگم من با ایشون مصاحبت هایی داشتم و یقین دارم که این حرفایی که میزنه رو خودش بهش یقین داره مبادا به ذهن کسی برسه که ایشون اومده سر کار بذاره و خودش یه چیزی بگه و اینا نه اینایی که میگه حقیقتاییه که خودش با وجودش حالا بهش رسیده باید بررسی شه به هر حال ولی چند آره به این شکل احسن. حالا عصری میرسیم که نور عقل مبدل میشه در جسم ما به نور یعنی کل جسم ما یعنی انشالله با ظهور حضرت جسم ها نورانی میشه حالا من نمیدونم این روایت شاید باشه این احادیث شاید باشه که در عصری برسیم که انسان ها از نور عقلشون بهره بگیرن و جسمشون رو مبدل به نور کنن احسن بله خیلی متشکرم آقای نور عزیز انشاءالله که بتونیم پس شما گفتید که ادعاتون این هستش که عصر عرض کنم ملا صدرا و وحدت وجود و اینها به نظر شما تمام شده بله اهل عصر ستاره درخشانه ستاره درخشان در چه ستاره درخشان در چشم شما روشن است. عصر وحدت نور عقل به نظر شما آغاز به نظر آره نور عقل خیلی زیباتره چون به کلام معصومین هم نزدیکتره
پیغمبر نور عقل کامل بود. امیرالمومنین دو جا شکافته شد، یکی خانه خدا که نور خداست، یکی هم فرق سرش شکافته شد که فرق سر آقا و مولای اون علی که عقل سرش باشه منبع نور بوده. بله، عرض کنم که این سوال رو میشه جواب بدید، نور را معنی کنید؟ میگن جان، میگن نور رو خواهشم معنی کنید. نوری که هیچ نوری مثل و مانند او نیست، نور عقل. آقا یکی برای من مثل نور عقل یه مثل و مانند بیاره، حتی بری معراج خدا باید با نور عقلت با نور خدا صحبت کنی، با نور خدا مناجات کنی در معراج، نه اینکه خدا من زبون داشته باشه با شما صحبت کنه. خدا زبونی نداره، با نور با رسول الله صحبت کرد، با نور عقل. شما در خواب نور رو میبینی، نور زبون داره، ولی وقتی بیدار میشی میگی آقا من تو خواب همچی حرفایی زدم، همچی چیزایی شنیدم. پیغمبرم وقتی به معراج رفت خدا با نور عقلش سخن گفت. بله، نورم زبون نداره ولی میشه که صداش شنید. آقا یه مثال بزن، مثال خواب بزن. بار زوم بکنید، گفتید که منو میگیرید و نورانی میکنید، یه لحظه میشه امکان داره انجام بدین؟ الان نه. چرا؟ اون حالت، از اون حالت اومدم بیرون. این حالت یه حالتی که مثلا تو مجالس امام حسین علیه السلام باشم یا این غرق این ببحث بشم. غرق نه، الان نیستین غرق؟ الان یه مقدار جدا شدم دیگه، حالا از اون فراز اومدیم پایین دیگه، آخراشه باید قد شه قیچ. بله، خیلی متشکرم. به هر حال ولی خب من میگم که مست و واله شدید و خلاصه شیدا شدید و ایناشو من خیلی پسندیدم. اون مباحث تئوریش قابل بحثه، باید چکشکاری بشه، باید و به هر حال سبک سنگین بشه توسط کسایی که راه رفتن و نمیدونم حالت دیگه. کار شماست احسن. من از اولم به شما گفتم، گفتم آقای محسون این کار شماست، کار من نیست. شما درس خوندید ماشاءالله، شما فقه خوندید، اصول خوندید، توحید خوندید، شما باید این مبحث رو چکشکاری کنید، شکل شمایل زیبا بهش بدید، عصر جدید، جوانای جدید و توحید نور جدید، نه که جدید به منظور این که حالا چون خدا جدید و قدیم نداره، دلنشین تر نه، یه چیزی لفظی که خودتون بهتر پیدا کنید دیگه. حالا سلامت بشید. بله، حضرت استاد صانعی کرمانی هم به طور کامل گوش دادن صحبتتون، ان شاءالله من تو تماس باهاشون به هر حال میبینم نظرشون چی بوده و اینها. صدامو دارین؟ آقا قد شده شیشون انگار داری می دوستان رعایت فرمایید. دوستان آقا من بیا، آقا من میتیره دم بزن بیا. آقا سعید میارمتون، آقا سید میارمتون. اومن دستمال لازم. یه شبه سلام علیکم. نه دستمالو بزن کنار، دستمالو بزن کنار، بحث جدیه، راحت باش. آره مطمئنم بحث جدیه، تحقیر و وسیله نیست. آقا عرضم به خدمتت که اصلا آقای نور خیلی ممنونم از این که آقای نور اومدن و این نهله جدید فکری رو بالاخره به ما تزریق کردن. البته شما ازشون خواستید که این کارو حضوری اینجا انجام بدن، ولی خب انرژیشون پایین اومده بود، نتونستن شما رو نورانی کنن. ولی دوست داشتیم که شما بعدش بتونن، اگه بتونن شاید بعدش باز بتونن، میارمشون بالا ان شاءالله. حالا من یه چند تا سوال دارم و یه سری مسائل هستش که میخواستم بگم اگه اجازه بدید. بله، اصلا گفتن امیرویشون گفت دیگه، گفت کامل متحول شده، اصلا یه حالتایی داره الان، خیلیشو نگفت، جدی دارم بهتون میگم اینو بچه‌ها. بله بالاخره شما تو دایرکت خوب از نور سوال کن، حالا اینشم ان شاءالله بعدا. بله میفرمودی آقا. من ببین آقای محزون، یک زمانی نور
یک خاصیت ماورایی داشت، یک نگاه ماورایی داشتن مردم بهش. مردم امروز نه، مردم عصرهای قدیم. چرا؟ به خاطر اینکه معمولا هر شناختی که مردم از چیزی نداشته باشن بهش یک واقعیت روحانی میبخشن. مثلا شاید 1000 سال 2000 سال پیش تعریفی از نور نبود، تا کمی 300-400 سال پیش تعریف مشخص و فیزیکی از نور نبود. وقتی نبود مردم اینو بهش یک حاله روحانی و یک وجه الهی تشبیه میکردن نورو. ولی امروز ما برای نور تعریف داریم، امروز برای نور تعریف فیزیکی مشخص داریم، همینجور که برای اجسام تعریف داریم، برای نور هم تعریف داریم. من تو داری صحبت فیزیکی میکنی، اصلا این فازش چیز دیگه، نور یه چیز دیگر داریم. الان من میگم، الان من از اون نور در میام، میرم تو یکی نور. خب الان آره، این نور به نوره. ببین این بحثی که ایشون میگن، ببین ایشون وقتی که بحث نور رو میکنن، خب ما الان میدونیم که آقا جون نور از چی تشکیل شده. ایشون فکر میکنه نور از یک چیز الهی تشکیل شده، ولی نه، همچین خبری نیست. نور از فوتون تشکیل شده، دو تا خاصیت داره، خاصیت موجی داره و ذره‌ای داره، که حالا بنا به خواصی که داره بعضی وقتا حالت موجی داره، بعضی وقتا حالت ذره‌ای داره. این تعریفش مشخصه. بعد این 300,000، شما به مطلب خیلی، به نکته خیلی ضخیمی اشاره کردید و گفتید که آقا این 300,000 چیه که شما اینجا گذاشتید. دقیقا همینطوره. ببین وقتی ما میایم در باب این که خدا رو میخوایم تعریف کنیم در قالب نور، دیگه درست نیست بیایم بهش سرعت ببخشیم. ببین ما تو قرآن هم داریم دیگه، کن فیکون داریم. آقا کن فیکون دیگه از سرعت جداست. یعنی شما نمیتونی بیاری خدا رو در قالب 300,000 کیلومتر در ثانیه. خب چه بسا این که خدا اگه اراده‌ای بکنه کن فیکون میکنه. پیش از این که من مستقر کنم شبهه رو، جوابی کوبنده داد و من اینو برای تقریب به ذهن گفتم، فقط منظورم این نیستش اصلا. ایشون اینو گفت. پس یعنی سرعتی برای خدا در نظر نمیگیره ایشون؟ نه اصلا، من چند بار تاکید کردم این نور اینطوری، اینا اصلا یه فاز دیگه ای بود. خب بعد ایشون همه اینا که، بس ببینین این نوری که ایشون میگه، این نوری که ما میبینیم نیست یه قاعده تریه. آره. درسته بابا، میگه باطن من رو نورانی بکنه. میدونی چی میگم؟ من فکر میکنم، من فکر میکنم که ببین بعضی از عرفا در مورد این قضیه میان مصداق شعور رو میزنن، یک شعوری که در کل کائنات پخشه، در همه موجودات، حتی در اجسام، حتی در ماده این شعور وجود داره. شاید ایشون منظورشون شعوره به نظر من، ولی این نوری که ایشون میگفتش، الان من الان دو تا بحث دارم. یکی این که خب اگه اینجوری تو سیاه‌چاله ما خدا رو نداریم دیگه، چون سیاه‌چاله اصلا نور درش وجود نداره. بعد انسانی که کورم هست قاعدتاً چیزی رو نمیتونه ببینه و هیچ نوری رو دریافت نمیکنه. میام جواب داد، چقدر جامع صحبت کرده که جواب سوالای شما رو داده. گفتش ولو لمسم بکنه کور باشه، با نور عقلش لمس کرده. اینو من متوجه شما، من یه سوال دارم، شما خودکار رو زدی تو سر، چه حسی داشتی؟ معمولی بود، دردم نیومد اونطوری. نه اون لحظه به این مطلب فکر کردی خودکار رو زدی یا فکر نکردی؟ نه. خب میشه الان خواهش کنم فکر کنی به این مطلب و خودکار رو بزنی تو سرت؟ به کدوم مطلب فکر کنم؟ نه به این که این خودکارو که داری میزنی به سرت، خداوند یک نوریه و شما این خودکارو بکوبونی تو سرت، میخوام ببینم چه تغییر و تحولی در ایجاد میشه. بابا ایشون فقط مثال زد، میگه این خودکارو شما میزنی به سرت نمیره تو سرت، که این تصویر صورتش تو ذهن شما میره نور، با نور، نوره. خب الان شما بزن یه دونه دیگه. حالا شما نه بابا، درد نداره محزون جان، درد نداره. یه حالا خلاصه ایشون داره مواد مطرح میکنه که کمتر مطرح شده، نمیدونم. حالا ببین آقای محزون، اینی که ایشون میگه، ما معمولا عرفا به یک شعور، به یک شعور کیهانی، به یک شعور جامع که در کل موجودات، ببینید همیشه همین طور بوده دیگه. انسان فقط بدن نبوده که، مثل کامپیوتر، کامپیوتر شما همین کامپیوتر رو بذاری جلوت، موس و کیبورد و مانیتور رو، مگه کار میکنه؟ نه. بعد یه نرم افزاری داخلش باشه، این نرم افزار باعث میشه که اون سخت افزار کار کنه. ما اگه تمام اجسام موجود در جهان رو از جمله اتم، الکترون، پروتون، انسان، حیوان، جسم، جامدات، مایعات، همه اینا رو ما اگه سخت افزار بدونیم، احتیاج به یک نرم افزار دارن.
این نرم افزار رو جدیداً بهش میگن شعور، یعنی یک شعوری که در تمام موجودات نهادینه شده. شاید اگه بخوایم مثلا نزدیک بکنیم به بحث ایشون، چون نور تعریف شده از امروز و این تعریفی که نور داره یه ذره ذهنها رو دور میکنه از ایشون، من فکر میکنم ایشون شعور رو جایگزین نور بکنه و وحدت شعوری رو به قول معروف وحدت شعوری رو پای چی گفتی ایشون قبلش اشاره کرده جواب داده، ایشون خودش داره میگه نور عقل، اون عقلی که استفاده میکنه تو عبارتش همین شعوریه که شما میگی، وحدت نور عقل میگه دیگه. پس ما آخه ببین، ما تعریفمون از عقل مشخص های محزون، عقل چیزیه که در مغز، یعنی به واسطه ابزار مغز عقل کار میکنه. شما اگه عقل رو مثل روح میدونید، یک وجود روحانی میدونید که از طرف خدا به شما داده شده، من اینجوری فکر نمیکنم، به خاطر اینکه کسی که ضربه مغزی میخوره عقلش هم مشکل پیدا میکنه. یعنی یک عملکرد فیزیکی باعث میشه که یک عملکرد روحانی مورد اشکال بهش وارد شه، طرف سالمه، سکته مغزی میکنه یا تصادف میکنه، مغزش صدمه میبینه، عقلش هم دچار نقصان میشه، ممکنه که خودکشی بکنه، ممکنه خودشو زخمی بکنه، ممکنه به بقیه حمله کنه. پس واسه همین ما برای عقل، من خودم به شخصه نمیتونم نوری قائل بشم بگم که آقا این عقل یک نوریه که از طرف خداوند به من داده شده. من تعریفم از عقل، من خدا میگم تعریفم از عقل، اولا عقل یک چیز اکتسابیه، شما قبول داری اینو؟ آیه نورم فکر میکنم اینو قبول داشته باشه، عقل ما اکتسابیه. چیزی که اکتساب جان اکمیلش اکتسابیه. خب شما وجود اولیه شو میخواید بگید که بعدن تکمیل میشه و به قول معروف اکتسابی میشه دیگه، درسته؟ وجود اولیهش بسترش برای همه فراهم هستش، به عقل سلیم و عقل کامل رسوندنش اکتسابیه. خب ببینین، عقل کی به وجود میاد؟ از زمانی به وجود میاد که مغز کارکردی داره و مغز ابزاری داره به نام حواس پنجگانه. این حواس پنجگانه بنا به فهمی که از واقعیت و از اطراف و از محیط انجام میده، باعث میشه که مغز استدلالی بکنه و عقل شکل بگیره. من به نظرم نور عقل بر اساس حواس پنجگانه به وجود میاد. شما حواس پنجگانه رو از یک آدم بگیر، هیچ به قول معروف ارتباطی نتونه برقرار بکنه، هیچ ارتباطی نتونه با طبیعت برقرار کنه، با هیچ کس نتونه ارتباطی برقرار بکنه، و یک مغز هم داره، چه ابزاری داره برای اینکه عقل داشت عقلو بتونه درک بکنه، بتونه فهم بکنه، محیطو بتونه فهم بکنه، چه ابزاری وجود داره؟ شما اگر قائل به روح بشی، فیزیکی بودن عقل به عنوان عقلانیت و تفکر میره کنار. یعنی شما فرض کن الان دستت بریده بشه، از اینجا دستتو بزنن، بله، میتونی تصور کنی دست داری؟ یعنی روحت دست داره، سرت رو بزنن، اون موقع شما میتونی هنو فکر بکنی با روحت؟ کسایی که اعتقاد به روح دارن لاجرم باید عقل رو غیر فیزیکی بدونن، و ما هم با ادله عقلی روح رو ثابت میکنیم، عقل هم غیر فیزیکی بودنش ثابت میشه. بله، این برای وقتیه که ما روح رو ثابت کرده باشیم دیگه. اگه روح رو ثابت کرده باشیم، همون جور که ما اگه روح رو ثابت کنیم که تعریف خیلی راحت میشه. چرا؟ به خاطر اینکه خواستگاه روح جسم و بدن هست، میگیم خواستگاه عقل هم مغزه. یعنی همون جور که روح در بدن جاداده شده، عقل هم در مغز جاداده شده. این تعریفش راحت میشه، ولی به شرطی که بتونیم روح رو ثابت کنیم. بعد حالا در هر صورت من این مطالب رو گفتم، بعد عرضم به خدمتتون که یه مالیات رو بده. چشم. بله دوستان، اصلا ما فکر میکنم که بحث رو ببریم به همون بحث قدیمی، شما خیلی بهتر بود. مخلصم اومن جان. من فقط اثبات روح هم از طرق مختلفی هست. ابن سینا با خلع روح رو ثابت کرده، میگه که عرض کنم حالا اگر خوب به ذهنم بیاد، میگه شما فرض بکن عرض کنم که وجود نداری، یعنی فیزیک رو نداری، توی فضای خلأ قوته‌ور هستی، چه حسی بهت دست میده؟ حس بودن هنوز بهت دست میده. میگه اون حس توسط روح هستش که درک میشه، متوجهی؟ حالا من اینطور گفتم که فرض کن مثلا شما نصف بدنتو بزنن و
ولی هنوز هستی، هنوز حضور داری، وجود داری، هنوز پای نداشتت رو درک میکنی، روحش رو، نه خود جسمش رو. اون میبره تو اون مبحث که میگه فکر کن کل بدنت ازت عدم میشه و فکر کن خودت، یا مثلا یه مثال دیگه کلن فکر کن که تو خلاء هستی، یعنی نه وجودی داری، نه جسمی داری، نه لامسه ای داری، میتونی بگی نیستی؟ هر کسی میگه نه من نمیتونم بگم نیستم در اون صورت، میگه اون روحه که تجربه میکنه بودن رو در اون حالت. بله، حالا اینه که شما میگید برمیگرده روح رو با خواب و ماورا و اینجور چیزا، روح رو، قدرت های ماورا اینا روح رو ثابت میکنن. بالاخره یه بحثی که هستش بحث این منیت، این وجود، این من بودن، این که من یک شخصی هستم که من هستم. یعنی من چرا تو نشدم، تو چرا مثلا آقای نور نشدی، نور چرا مثلا کیا نشد. خب این که وجود ما شخصی هست و حمله شهری دفعه ترسیدم محسوس شدم، فکر کردم این دایرکت چیزی اومده. بحث همون شاید مثلا اصالت وجود شخصی هر شخصی باشه، هر شخصی بالاخره یک اصالت وجودی داره و یک منیتی داره. خب اینو میشه درک کردش، از این اینو میشه درک کرد. دقیقا این منیته، شما هیچ حواسی هم که نداشته باشی بالاخره تو مغز خودت میتونی فکر بکنی، با این مغزی که میتونی فکر بکنی میتونی خودتو ثابت بکنی، یعنی میتونی حداقل خودتو به خودت ثابت کنی، میتونی به خودت بگی که من هستم، من وجود دارم، حتی اگه حواسی هم نداشته باشی، حواس ادراک اطراف رو نداشته باشی. حالا در هر صورت من پیشنهاد میکنم که بقیه دوستان از روحانیون عزیز، حاج آقای محمد حسینی، حاج آقای مهدی رد، از اینا درخواست بدین که بیان برو صداش کن بیاد، یه سورپرایز برامون داشت. برو صداش کن بیاد. من خدا ملبس بودن، بعد همینجور هم داشتن عرق میکردن شور رو شور، بعد گفتن که منو زودتر بیار بالا تا ملبسم خیس نشده. شما هم که نیاوردیش دیگه. چیز کن بیادش، یه بهش بفرست دایرکت چیزی، برو بگو بیادش. بچه‌ها شیر کنید برای آقای مهدی رد، بچه‌ها دوستان شیر کنید که بیادش. آره کاری نداری. خداحافظ. علی خداحافظ. سنگین بود اصلا. ببینم اینجا چه خبر. ایشون چیزی رو فهمید که نخواست بگم. بله. خدا رو شکر لایو نپرید، دستم خورد کل صفحه. صفحه بسته شد. خدا رو شکر چند دفعه لایو نپرید دیگه، دایرکتم بدن توش نمیرن. بله آسهیل سیاه‌پوشم اینطور میگن. یه لحظه من ببینم. آقای نور شما دیگه نمیخوای بیای بالا، هستی نیستی؟ آقا سید بعدش میارم شما رو، از روحانیون بیارم. آقا سید سلام، مخلصم، ببخشید دیر شد و اینا، در خدمتم. عرض ارادت. خوشی که شما، شبتون بخیر، عیدتون مبارک، رفتیم زیارت ما رو، دعا کنیم مشهدین آقا. چش چش مشهد ما رو اینقدر شلوغ کردین که والا تلفنامون جواب نمیده. اصلا اینقدر شلوغه که من امروز رفتم، یعنی یک با ماشین میخواستم برم، دیدم اگه پیاده برم زودتر میرسم. یعنی واقعا خیابونای دور حرم الان قفله. آجلی جانم، من یه چیزی بگم، چون امشب بحثتون یکم فان شده، من یه مطلبی بگم که من این موضوع رو میتونم با خوردن، نه رو آقا نذار اونو دستمال رو، من که
بس که نمیزنم آقا چه باش. من اینو میتونم در رابطه با خیارم به شما ثابت کنم، یعنی شما این در رابطه با نور رو، خب شما الان خیارم که بخوری بدنت سردی میکنه، خب بالاخره شرایط به خصوصی داره. من این موضوع نور رو متوجه نمیشم. شما که بفرمایید نور یه بحث معنوی، یه بحث فلسفی، اون نور با این نوری که شما بخوای مقایسه کنی، یه نفر بگه من الان از شما نور میگیرم یا نور به شما میدم، یکم داستان داره. آخه شما بگو مثلا میگی مثلا من نور رو الان برای شما میفرستم، تو ماهواره یه وقتایی یه خانومی میاد شروع میکنه صحبت کردن، بعد میگه که شما مشکل داری، شماره حساب میدم پول بریز، الان برات یه چیزی نیست. عمرتو تلف اون مباحث نکن آقا سعید، بیا به سمت مباحث ما. آقا سعید این مباحث اونا نون آب نمیشه، اونا اهل علم و اینا نیستن. ببین چه مباحثی ما مطرح میکنی، اصلا اونا رو نبین آقا سعید. بابا ای بابا دل سردمون کردی. همین ببین چرا نشنیدی کلن؟ چرا شنیدی؟ آره میگم اینا رو بیا سمت ما، مباحث ما رو بگیری کنیم با هم. الان باید همین مبحث رو بریم جلو سبک سنگین کنیم، این ورش رو شما بگیری، اون ورش رو دیگران بگیرن و اینا، ببینیم به کجا میرسیم. ببین من یه وقتایی توهم میزنم، خب مثلا با خودم احساس میکنم که الان میتونم از این پنجره ببرم بیرون. خب من یه موقعی توی دادگاه حاجلی نخند جونه، من یه زمان توی دادگاه انقلاب خدمت میکردم، خب طبقه پنجم یه آقای اومد وارد اتاق شد، از پنجره پرید بیرون، خب بعد رو هوا دستاشو تکون میداد، میخواست بال بزنه پرواز کنه بره. حالا این بنده خدا هم با این داستان نور، والا الان شما یکم نورانی تر شدی، اومدی جلو میری عقب نورت کم میشه. میکنم این الان نگاه نورت کم شد. نه میخوای من یه ذره نور برات بفرستم نورت زیاد شه؟ یه دقیقه بفرست ببینیم میشه. یک دو سه بگو. وایسا من چراغم باید روشن کنم حقیقت. ای فندکم کجایی؟ وایسا فندکم پیدا کنم. مال جنس خوبه، ما لعنتی اینجا جنس خوب پیدا نمی‌کنیم. نه در موردش ایشون اینطوری نه، یالا من خندم و کامنت‌های بچه‌ها و اینا بود. حاج علی من یه سوال دارم، حالا این بحثش رو بگو نورانی کن منو. من خب میگم زیاد نور زیادی ندارم، من الان لامپم سوخته. حالا یه برو یه تستی بزن، یه دقیقه برو. یک دو سه. آه دیدی؟ آجی نور اومد. شدم. آره واقعا نور اومد. لعنتی ما میگم که جنس خوب تاثیر میذاره رو آدم. میگم چیکار کردی؟ ولی ببین فرقش اینه، من عقب برم جلو بیام نورم زیاد بشه کم بشه، چشمام نورانی، ایشون میگه ستاره است تو چشمام. درسته. من نمیدونم چرا حالا همه دوستان خودشونو با ترازوی آقای سلطانی مقایسه میکنن، یعنی آقای سلطانی این وسط تو همه مباحث و لایوهای شما حضور داره. حالا خودش اگه نباشه اسمش هست آقای سلطانی، نمیدونم نور چشماش کم و زیاده، یا آقای سلطانی نمیدونم موضوعات دیگه. من نمیدونم بنده خدا رو ولش کنی، اصلا رفت کلن از محیط اینستاگرام رفت. نورت کم شدش یه لحظه. آقای سلطانی صحبت میکنم نورم کم میشه. آره دیگه آقای سلطانی. آقا ما من همونقدر که به شما ارادت دارم آقای سلطانی رو من دوستان خودم میدونم و شاید همه حرفاشو قبول نداشته باشم، اما خیلی از حرفاشو قبول دارم، همونجور که شما خیلی از حرفای منو قبول نداری و شاید بعضیاشو قبول داشته باشی. چیگه شما سلامت باشید بزرگواری. من یه سوال دارم در رابطه با موضوع ساختار. گفتم حالا بحثمون تا اونجا شوخی بود، اما این برام یه سوال پیش اومده در رابطه با ساخت صحن و سرا برای حضرت زهرا. نمیدونم چرا آخه یه همچی چیزی مثلا باید ساخته بشه، چون اصلا دلیل ساخت این صحن و سرا رو نمیدونم. یعنی احساس میکنین لازمه میشه راجع به این یه صحبتی بکنیم که ما هم یه اطلاعاتمون بیشتر بشه؟
صحنه از زهرا در نجف که الان با این هزینه وحشتناک و با این پولای وحشتناک دارن اونجا هزینه میکنن دیگه. حاجی جان این از احساس نیاز برای فضای اونجا که کردن قطعاً، چون همیشه هم که ما میرفتیم مثلا من برای کربلا هم اینطوره، من اربعین چند سال پیش رفتم کربلا زیارت نتونستم بکنم، یعنی داخل صحن مطهر نتونستم بشم، چه برسه به نزدیک ذریع مطهر و اینها. بیرون کل حرم اون دیواری که هستش ما وایسادیم سلام دادیم و زیارت کردیم و اینها، بس که شلوغ بود تو هر نوبتی که ما میرفتیم. نجف هم همینطوره، این احساس نیاز برای فضا رو کرده بودن، گفتن از کجا تأمینش بکنیم؟ از دولت ها خیر، از بیت المال ها خیر، از محل نزورات مردمی. دل بخواه، هر کی دلش بخواد میگه آقا من برای صحنه از زهرا تو نجف پولم امیدم انقدر برن کمک کنن. این از اون محل جمع شده، حالا دیگه مال خودشون بوده و هر کس به مقداری کمک کرده از شیعیان برای توسعه اونجا که رفاه خود زائرها رو به همراه داشته باشه. یعنی فکر میکنین اگه یه بیمارستان مثلا تو سیستان بلوچستان میساختن خیلی ثوابش بیشتر نبود؟ هر چیز جای خودش حاجی جان، اگه قرار باشه مثلا قاطی کنیم هر چیو بگیم مثلا ما الان برای بودجه دانشگاهامون رو اختصاص بدیم به کمیته امداد به خاطر اینکه فقرای بیشتری امکان داره که مثلا تأمین بشن، مجلس میگه نه آقا هر چیزی نیازها رو میسنجیم و تخصیص میدیم برای هر جا، این که تازه چیز مردمیه، این اصلا شامل بودجه و اینا نمیشه. بیمارستان سازی و مدرسه سازی رو انجام میدن، اینم انجام میدن. خب نه آخه اون انجام نمیدن، کجا انجام میدن؟ یعنی شما سیستان بلوچستان، شما سیستان بلوچستان رفتی؟ من به طور کلی دارم صحبت میکنم، هم بیمارستان هم عرض کنم مدرسه درمانگاه فلان اینجور چیزا رو خیرین انجام میدن. حالا یه خیری دلش نمیخواد بیمارستان بسازه، زورش که نمیدونیم بکنیم، اون طرف میگه من دلم میخواد نذر بکنم برای نزورات صحنه حضرت زهرا. شما اگه میخواییم بگین اینا رو برم بسازن، منم همینطور، بریم گیر بدیم که چرا کشور ما رتبه اول لوازم آرایشی در جهان داره، بگیم آقا بردارید بیارید کمترش کنید بیمارستان بسازید، به اونا گیر بدیم. خانم فرشته باز دوباره نظر دادن که پول خودمونه میخواییم هزینه بکنیم و دیگه ربطش به خود شیعه مربوط باید ساخته بشه. خب باشه، حالا هر کسی یه جوری برداشت میکنه از زندگیش دیگه. حالا من احساس میکنم چیزای باجتر ما خیلی داریم تو کشور که بخوایم به اونا. من ببینیم، من میدونیم استدلالم اینه که من حرفم اینه که این شما اگر میخواید جامع نظر بدید، این یکی از مواردی هستش که نه اسراف، نه بیت المال، نه بودجه است، ولی داره الان تو همین تهران تو همون مشهد مجالسی گرفته میشه که به شدت ریخت و پاش مصرفانه داره، تجمل گرایی، اشرافی گری، نمیدونم تو مجالس عروسی ها فلان اینا، چیزایی که لازم نیست، فقرا به اونا نیازمندن. عید میشه برو ببین چه صفی میبندن برای آنتالیا و ترکیه و اینا، مثلا اینجور چه تفریحات لاکچری مرفهین بیدرد دارن و اینها. حالا من میگم به اونا هم گیر بدیم، به اینم بگیم آقا شما میتونی هم به بیمارستان کمک کنی، اون طرف هم حاجلی اون با اون. ببین ما، من در این که خودتون میدونی من ارادت خاصی دارم نسبت به ائمه و این که احسن بله میدونم، موضوع این که من دارم میگم، من نمیگم اسراف در این موضوع، اما در کعبه ما یه جایی رو داریم به نام مقام ابراهیم. خب یه جایی رو ساختن به عنوان این که برای حضرت ابراهیم یه جایی باشه کنار کعبه. خب ما میتونستیم به جای این که این هزینه رو در عراق انجام بدیم، همین هزینه رو در ایران انجام بدیم به مقام حضرت فاطمه، چون ما قبری از حضرت فاطمه ندیدیم که، و هیچ دلایل مستندات محکمی در رابطه با موضوع محل دفن و زمان دفن حضرت فاطمه نداریم. من احساس میکنم اگر این هزینه داخل کشور میشد و یه جایی رو به همین شرایط ساخته میشد، قطعا یه چیز جالبتری از کار در میومد و
فکر میکنم خیلی قشنگتر میشد. الان شما در مزار شریف افغانستان یه جایی رو دارن که یه گنبد و بارگاهی ساختن و اونجا رو به اسم اینکه حضرت علی اونجا دفنه یه جایی رو ساختن، حتی خیلی از اونجا شفا گرفتن. اونطوری تو ایران اگه می ساختن که یه عده میگفتن شما دیگه مقبره سازی هم کردید. حالا در کنار حرم حضرت امیر اومدن یادمان حضرت زهرا رو یه صحن ساختن مناسب تره تا اینکه مثلا تو ایران یهو یه جایی رو علم میکردن دیگه چه حجمه ای میشد. من فکر میکنم به هر حال اینجور چطور بگم تصمیماتی که گرفتن به هر حال جامعیت رو داشته، لحاظ کردن این گونه مسائل رو و دیدن انگار اینطور بهتر بوده و مادامی هم که اسراف نباشه، نیاز اونجا باشه برای رفاه خود ایرانیایی که نذر کردن موضوعیت داره به هر حال. مگه ما محدود هستش محلهایی که استفاده میکنیم به کشورمون؟ فقط سالانه چند میلیون ایرانی دارن میرن اونجا زیارت میکنن. به غیر از اون نگاه فراوطنی هم بکنیم، از تشیع چقدر دارن اونجا زیارت میکنن، موضوعیت داره. یه عده از مردم خودمون میخوان آقا اونجا شیعیان در رفاه باشن، از مال خودشون هستش. بله قطعا همینجور که شما میگین، چون اصولا بر علیه روحانیت نمیشه چیزی گفت دیگه، چون دیربارشون همیشه آماده بود. دماجی من که روحانی نیستم، ما یه طلبه ساده ایم. عرض کردم حال طلبه و روحانی یکیه دیگه. حالا شما برای این که ریانتی خب از اون بری اومدین دیگه، از این فاز وارد شدین. آقا خیلی خوشحال شدم. قربون شما. یا علی سلامت باشی. منتظرتون بودم آجلی آقا. مشهد تشریف نیوردین گفتیم حداقل شبا مشهد بزرگوار. یا علی التماس دعا. خدا حافظ شما. خدا نگهدار. متشکریم از آقا سعید قیاسی عزیز. این چند دقیقه پایانی رو در خدمت آقا سید سیاه‌پوش باشیم یا اینکه لایو رو ببندیم و از حضور شما مرخص بشیم. آقای عرض کنم که الله نورم ظاهرن نیستن دیگه که بخوان مبحث رو مطرح کنن. انشالله در جلسات آینده هم باز استفاده میکنیم از جناب الله نور. من مواردی که مزاح بود و شوخی بود و اینا از واکنش دوستان خندم میگرفت، چون به هر حال یه چیز جدیدی بود و اینها. ولی عذرخواهی میکنم، این مواردی که ایشون براشون پیش اومده بوده توسط خودشون حقیقی بوده، یعنی خودشون عینیت داشته براشون، واقعیت داشته و اینها. آقا سید سیاه پوش، بله، برای دو دقیقه در خدمت باشیم که لایو رو سیو بکنه. آقا سید سلام. آقا یا علی مدر، من سریع تونتون بگم یه دونه این جان شما جسارتن، من الان یادم افتاد، من سید تویام از آقای سلطانی جسارتن بکن برای توهین ها، اختلاف نظرها تو در جای خود. ببین اول ایشون شروع کرد دیگه، برگشت به آقا جان توهین کرد، رفت تو فاز ناموسی و اینا. من الان اومدی بالا یادم افتاد این مبحث، یادم کلن رفته بود خدا شاهده. باشه باشه، حالا من سریع تا وقت تموم نشه چیز خیلی مهم بگم. یه ذکری بی بی برگشت به سلمان یاد داد که خیلی به درد شیعیان خورد. حاجی این عذرخواهی رو میکنی، من خیالم راحت شد. آقا به خاطر شما من معذرت میخوام. خوبه، سلامت باش. انشالله که بین اختلاف نباشه و حل بشه. انشالله ایران خدمتشون میرسیم، حتما با هم دیگه رو در رو صحبت میکنیم. من به زودی میام ایران، مشکلاتمون رو در رو حل میکنیم. فقط یه ذکری بی بی به سلمان یاد داد خیلی به درد شیعیان خورد. به نام بسم الله نور، بسم الله نور نور، درسته؟ احسنت. خب این نور وجود ماست، این نور وجود ماست که به عقلمون میزنه و از چشم ما معلومه. از چشمای شما الان جفتش اون کوکب دوری که الله نور گفت تو چشم شما معلومه و این تو چشم هر کسی نیست. شما میتونی ورود کنی، نورانی کنین. بله من همین الان کل این 60 نفر رو نورانی میکنم، همین الان. من که شدم اصلا. آقا یا علی مدد، من شروع میکنم. اومد نجف ساکن است علی علی حیدر، یا حیدر یا حیدر مدد. یا علی من یه خور زمینه بزن، یه خور زمینه بزن روش دو بیتی بیام.
چش نوا حال و هوایی داره در تو به هم ربن هایی داره علی علی دی زهرا گویم فجر مایی دارم مردان خدا و پردوی زندار دریدن یعنی همه چا خیره خدا یار ندیدن جانم یعنی همه چا خیره خدا یار ندیدن هر دست که دادن تمام دست گرفتن یا علی من تا لایو تماشه یه چیز خیلی مهمه دیگر رو بگم ببخشید قطع کردم بگم یا علی دم شما گرم استفاده بردی آقا من خیر بده یا علی دو تا صدا از بدن آدم خروج پیدا میکنه یعنی بدن آدم ورودی و خروجی داره شما ورودی خروجی بدنتو میشناسی؟ منظورت چیه؟ لایو امکان داره ببره هر لحظه یک ساعت و پنج دقیقه شده خب میخوای سیوش کن دوباره بیا من یه چیز خیلی مهم میخوام بگم باشه سیو کنیم دوباره میام آقا سروش آقای اون بنده خدایی که انتقاد داشت و اینا باز برمیگردیم آره بیا